خندم را به زینب بگم مادر را آخ نبریدم پسر مادرم این جان آنده مثل بی کسی من تک و تنها مانده ببین در دلای زینب را نگاه میکنه یه وقت زنهای گریه یه زینب بلند شد به تا آخرم التماس دعا همه کسی برسه علاق تنه آخ حسین خب قبل از هر رزمایشی معمولا یه طرحی می نویسند که چگونه باید این رزمایش اجرا بشه، پشتیبانی های لوجستیکیش چگونه باید باشه، فرماندهی و عملیات در این رزمایش باید چطوری باشه، مخابرات چطوری باشه و تعمیلات دیگری و بعد میرن این اجرا میکنن. در این مورد خاص یعنی وقتی که مثلا ناوی مثل جماران میخواد موشک خودش رو آزمایش بکنه معمولا هدف یا هدفهایی رو میسازند، مثلا کارخانجات بندر عباس این رو میسازه، یه ناوین رو یدک میکنه میبره در یک منطقه مورد نظری که از قبل تعیین شده، اونجا این هدف رو جا میذاره و بعد ناوها تمرین میکنن در این مورد ویژه ناو جماران. به نظر میرسه که اون موشکی رو که ناو جماران فرستاده که از نوع شنیدیم که C-801 در واقع موشک نور الگوبرداری شده C-802 ببخشید چینی، این به جای اینکه قفل بکنه و بره بر روی اون هدف مورد نظر قفل کرده بر روی ناو کنارک و ناو کنارک را هدف قرار داده که خسارت بسیار شدیدی هم وارد کرده، عکسایی هم که تازه منتشر شده نشون میده اصلا تمام ناو قسمت میانیش به طور کامل سوخته و دیگر اینکه به طور کامل پرسنلش یا کشته شدن یا زخمی شدن. معمولا ناو کنارک خدمه حدود 40-45 نفر داده با توجه به شمار کشته شدگان زخمی ها، یعنی همه شون به نوعی صدمه دیدن. ولی یه نکته رو که اینجا ما میبینیم به ویژه در سطح نیرو دریایی از بیرون که به مسائل نگاه میکنیم برای ما روشن میشه و این با توجه به اتفاقی رو که برای انزلی در بندر انزلی افتاد در ارتباط با ناوشکن دماوند که وقتی میخواست وارد بندر انزلی بشه تحرک خودش رو از دست داد و یک اشتباهاتی رخ داد و این ناو در داخل بندر بغل موشکن غرق شد و حالا یک حادثه‌ای به این شکل ما میبینیم در حوالی جاسک. اتفاق به هر حال میفته ولی وقتی که شمار این اتفاقات بیشتر بشه و سطحش در این سطح، این نشون میده که وضع فرماندهی کنترل و به طور کلی نارسایی‌های زیادی در سطح نیروی دریایی به باور من هست که یه زمینه اون میتونه آموزشی باشه و این رو باعث شد که متاسفانه جان تعدادی از پرسنل نیروی دریایی بی جهت واقعا از بین بره و جونشون رو از دست بدن. خدمت شما عرض بکنم که خب این اتفاقی که برای ناوچه کنارک رخ داد شب گذشته، خب این به خاطر اشتباه انسانی هستش و یک امر بسیار غیر معمول هست. ما در طول جنگ ایران و عراق خیلی به طور محدود ما چنین سانحه‌ای داشتیم در حین جنگ رخ داده، ولی نه به این شکل که در حین رزمایشی بوده باشه. حالا ما دقیقاً نمی‌دونیم چه اتفاقی افتاده بوده در این لحظه، ولی خب ضعف فرماندهی و کوتاهی خدمه اون ناو کنارک که خب دیشب اینها رفته بودن یک هدف دریایی رو برای رزمایش و تمرین ناوچه جماران در منطقه دریایی جاسک این رو قرار بدن، اینها خب در شب هنگام فاصله کافی رو رعایت نکرده بودن از اون هدف دریایی و وقتی که ناو جماران میاد و اون موشک کروز ضد کشتی C-802 نور رو شلیک میکنه، خب در فاز نهایی برخورد موشک به هدف، خب این موشک با استفاده سامانه INS خب به یک هدف، یعنی اصطلاحا به نقطه مختصاتی که بهش داده شده حرکت میکنه و در فاز نهایی کاری که
انجام میده این هستش که یک سیکر داره یا یک رادار داره و اون رادار روشن میشه و اقدام به سرچ کردن در سطح آب میکنه برای پیدا کردن هدف شناور. حالا از شانس بعد اون شناور کنارک در اون لحظه در نزدیکی اون هدفی بوده که خب سایزش هم خیلی کوچکتر از اون بوده، یعنی اگه من بخوام بگم اون ناو کنارک سایزش بزرگتر از هدف بوده و در اون فاز نهایی اون موشک 3802 نور برخورد کرده به این ناوچه و خب این واقعه رخ داده و ما شاهد هستیم که 19 نفر از خدمه اون جون خودشون رو از دست دادن. خب نیروی دریایی ارتش مثل هر نیروی نظامی دیگه در سرتاسر جهان تیم بررسی سانحه داره و خب اصطلاحاً اونها میان و تمام جوانب رو در نظر میگیرن، میان بررسی میکنن تا شاهد بروز این گونه سانحه دیگه نباشن و خب بازرسان نیروی دریایی ارتش تمام جزئیات این اتفاق رو قاعدتاً در حال حاضر در حال بررسی هستن. اما چیزی که هستش این اطلاعات در اختیار عموم قرار نمیگیره، حالا به خاطر مسائلی که هستش بهش میگن حفاظت اطلاعات و یا نگرانی از اینکه ضعف هایی که وجود داره در حین عملیات های نیروی دریایی حالا افشا بشه، اینا در اختیار عموم قرار نمیگیره و در سطح خود نیرو باقی میمونه. و خب در گذشته هم مواردی بوده، به عنوان مثال غرق شدن یک زیر دریایی قدیر در حین یک رژه دریایی، تقریبا میشه گفتش حدود 2 یا 3 سال پیش بود در نزدیکی بندر عباس این اتفاق رخ داد و خب اخبارش هم تا چند ماه مخفی نگه داشته شد، ولی خب یک سری تحقیقاتی صورت گرفت، نتیجهش رو خودشون منتشر کردن در سطح نیروی دریایی و افرادی که دخیل بودن در این امر، یعنی کوتاهی کرده بودن، خب این افراد یا اخراج شدن یا تنبیه شدن و حتی دادگاهی شدن. و حتی در ارتش مواردی بوده در گذشته اگر هواپیمایی حالا به اشتباه توسط پدافند خودی ساقط شده باشه، خب کسانی که این کار رو انجام داده بودن تنبیه شدن، به زندان رفتن. ولی خب این مسئله رسانه‌ای نمیشه به خاطر حالا همون بحث حفاظت اطلاعات و خب ما از بیرون میبینیم و به نظر میرسه که هیچ تنبیهی صورت نمیگیره و هیچ تحقیقی هم صورت نمیگیره.